به نام خدا، سلام. با قسمت بعدی از آموزش زبان جاوا در خدمتتون هستیم. این قسمت دیگه خدا بخواد قسمت آخر استریم هست، تموم میشه. خب بریم سریع شروع کنیم. دوباره S1 مثل همیشه یه متد دیگه که خیلی هم پرکار برده replace. اوکی، replace چیکار میکنه؟ یه خودش گفته old character new character. من مثلا میخوام همه الای S1 رو به جاش L بزرگ بذارم. پس میگم آقا هر جا L کوچیک دیدی به جاش بذار L بزرگ. خب الان بریم اینو اجرا کنیم. نگاه کنید چی شد، همه L ها L بزرگ شد. خب و ضمناً دوباره یادآوری بکنم این کار روی S1 اثری نداره. میبینید S1 هنوز همون هلو ورد با L های کوچیک، ولی خروجی این متدی استرینگیه که توش همه L ها L بزرگ شد. خب اینو من حالا محض اطمینان باشه که بعدا اجرا میکنیم یادتون بیاد. چند مدل داریم ریپلیس بزنیم کدوماش خوبه بگیم. اینو که گفتیم ریپلیس آل، اینم خوبه. پس بذارید من چیز کنم، عرضم به خدمتتون که کنترل زد بزنم این باشه. من اینو کامنت کنم، یه دونه جدید بزنم. اینجا نگاه، اینجا دیگه به جای کاراکتر استرینگ میتونم. خب مثلا میتونم بگم به جای دوتا N بذار M بزرگ. خب چه اروری داره به من میده؟ فکر کنم مثلا متد این نیست. یه بار من تست بکنم فکر کنم هست. اوکی هیچ. خب همینطور که میبینید ام رو دوتا ان رو برداشت به جاش ام گذاشت. برداشت با بالایی چیه؟ بالایی خب کاراکتر میدادیم. اینجا به جای کاراکتر استیم داریم. فکر کنم رو همین حالت معمولیش هم میشه. آره تا حالتش هست به من باشه. اینو بذارم که باشه. تو هم یه دونه اینجا باش که حالا مثلا تو با هم ریپلیس معمولی بگیم که حالا مثلا این دفعه به جای مثلا یک کلمه رو بردیم، یعنی به جای ورد کلن هیچی نذار، پاکش کن. مثلا اینجوری میتونم از وسط اونجا پاکش کن. اوکی نه تو چی؟ تو چرا اومدی اینجا؟ تو پاک شو. خب اجرا بشه. نه کنید اصلا ورد پاک شد. اینم از این ریپلیس ها. من اینا رو هم کامنت کنم، ولی یادتون نره که هیچ کدوم اینا S1 رو تغییر نمیده، خودش میمونه. بریم ارزم به خدمتون که بعد استور. یه چیزی که من داشتم دقت میگردم، صدای کیبورد من خیلی کمه، یعنی اصلا عمق دکمه هام واقعا خیلی کمه، ولی توی فیلم یه صدای زیادی از دکمه هست. حالا من
هدفون زدم که مثلا از میکروفون هدفون استفاده بشه، ولی انگار از میکروفون خود لپتاپ داره صدا ضبط میکنه که صدای دکمه اینقدر زیاده، یعنی هیچ توجیه دیگه ای نمیبینم واسه این صدای زیاد دکمه کیبورد. زیاد که منظورم به نسبت دیگه. خب این استور دو تا متد داریم، بذارید برای اینکه معلوم بشه. من این دفعه چنل رو خوب بذارم یه دونه تو آپر کیس رو میگم، یه دونه دیگه هم داریم لوئر. خب من ایچ رو بگیرم بعد توضیحش. خب نیا کنید اولی چی کار کرد. اولی اومد تمام اونایی که با حروف کوچیک بودن رو بزرگ کرد، دومی اومد تمام اونایی که با حروف بزرگ بودن رو کوچیک کرد. کارشون همینه، همه رو بزرگ میکنه تو آپر کیس میکنه، اینا همه رو لوئر کیس میکنه. بعضی جا کاربرد داره دیگه، بلد باشید خوبه. و اما این سه تا، یه دونه دیگه هم بگم و تموم بشه. ببینید حالا وارد شگرهی بشیم، میگم این چیزایی که گفتیم مربوط به یک، این متد ها مال یک شیء استرینگ. خب یعنی مثلا وقتی که میگفتیم اسپلیت، خب نیاز داشت یه رشته ای که اسپلیت کنه، که حالا خب اون رشته چون خودش بود دیگه به ما نمیگفت مثلا رشته ورودی رو بده بعد چیزی هم که میخوای بر اساس اون تیکه تیکه کنی بده. خب یا مثلا همین تو آپر کیس از ما نپرسید کدوم رشته رو آپر کیسش کنم، چون متد استو بود، یعنی خود استو رو داشت، میدونست که باید اونو تغییر بده. خب حالا ما این سری دیگه هم داریم که به اصطلاح بهش میگن کلاس متد، که مال اون کلاس. خب و نیازی نیست که حتما یه رشته ای درست بشه. حالا یعنی باید بریم شیگره اینا رو کامل توضیح بدم، فعلا اینو فقط این متد رو یاد بگیریم چون به کار میاد. شروع کنم. ببینید اینجوریه که اینم سریع بگیم بره، که خواهیم مثلا من بهش میگم دو، بعد بریم اینجا من دو رو برمیگردونه، ولی استرینگ دو رو برمیگردونه، یعنی شما هر چیزی که بهش بدید میکنتش استرینگ. مثلا یه فلوت بهش بدم استرینگش رو برمیگردونه. چجوری حالا من اثبات کنم که این استرینگه؟ تایپ کنم لسه با پایتون باکی شد. خب اینجا عرضم به خدمتتون که گت کلاس. خب میبینید از کلاس جاوالنگ که ایچی استرینگ. خب چیزا رو بهش میدید براتون استرینگ با، اگر هم یه آرایی از کارکتر رو بدید خب معادلش رو برمیگردونه. حالا نمیخوام چیز باشه، آرایه رو گفتیم که قبلا میشه. مثلا یه مثالی بزنم، یه لانگ نامبر مثلا مساویه یه همچین چیزی. سه
اینجا بود. که اینجا نه، خب میبینید میکنتش استرینگ دیگه، خیلی هم چیز عجیب غریبی نیست. بعضی جا ممکنه به درد بخوره که میخوایم یه چیزی غیر استرینگ رو بکنیمش، استرینگ که حالا روش بتونیم یه کارایی انجام بدیم. مثلا من بخوام ببینم یه عدد چند رقمیه، خود نامبر مثلا مثل استرینگ که نداره، من بزنم نامبر داد، ولی اینجا خیلی راحت میتونم بزنم آقا من کن ببینم این چند رقمیه. خب مثلا ببینم این چند میزنم آقا string string dot value of number dot net. من اینجوری مثلا خیلی راحت میتونم بفهمم چند رقمیه، 11 رقم. یه کاربردهای اینجوری دارم. واسه فلوت مثلا میخوام بخش اعشار و چیزش رو جدا کنن، من یه فلوت مثلا F بست بزنم مثلا مساوی 12 و 25. خب مثلا میخوان جدا کنم این بخششون، مثلا بخش صحیحشون میخوان، میدونم میشه کس کرد به این واسه بخش صحیحش، باید میتونیم مثلا کم کنیم و اشارش هم داشته باشیم، ولی خب اینجوری هم میشه استفاده کرد که من بیام آقا ولی آفش بکنم F و بعد ساب استرینگ بگیرم ازش. خب میخوام اعشار به بعدش داشته باشم، چیکار کنم؟ حتی نگیشم سخت میشه، اینو جدا کنم اول بریزمش توی استرینگ بهتر. استرینگ SF من اول اینو بریزم میام آقا از این SF رو زبه اول خود SF رو پرینت کنه بعد SF. خب آقا ساب استرینگ میخوام از SF. خب بخش اعشارش رو میام که آقا اعشارش میشه از این نقطه به بعد دیگه. خب من میام رو SF، اعشارش هم نمیدونم ایندکس چنده. خب دیگه اگه بخوام بشینیم بشمونیم که خب چه کاری، مثلا ورودی کار برای ما اصلا نمیدونیم اعشارش کجاست، مثلا چند رقم اعشار زده، ایندکس اونم نمیدونیم. این از چیزایی که قبلا داشتیم دیگه، ایندکس آف دات. الان من اینو اجرا کنم ایرور داد. اوکی آها بزنم. نیا کنید چی شد، 12 و 25 که خودش بود، نیا کنید 25 به بعد داد. نمیخوام اینو، مثلا بخش صحیحش میخوام، یه دونه صفری نفر میشه، گفتیم دیگه از صفر تا اونجا رو ده. این دفعه ران بگیرم 12 رو. یک کارای اینجوری میشه باش کرد که واقعا کار بردیه. تو این نباشه. خب این هم از درس امروز دیگه، استرینگ ها تموم شد، چیزی نداریم ازشون بگیم. تو جلسه بعد میریم سراغ یه مبحث جدید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.